تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا والهمن التقوا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم. هر آیه رو چند دقیقه ساده، روان، فشرده، قطعی تفسیر میکنیم. به جزء 9 سوره انفال و آیه 7 رسیدیم. این آیه 7 رو بشنویم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. یاد کن زمانی را که خدا وعده داده بود یکی از طایفه ها مال شماست، یکی از دو گروه، یعنی حالا یا کاروان تجارتی یا لشکر جنگی دشمن که به حمایت اونها آمدن، یکی از اینا مال شماست. شما تبدون، شما دوست داشتید ان غیر ذات شوکته، اونی که تیغ نداره مال شما باشه، یعنی دوست داشتید فقط از مدینه بروید اون کاروان تجارتی رو بگیرید، انبارشون رو مصادره کنید به نفع خودتون. ولی خدا چیز دیگه میخواد. یرید الله ان یحق الحق بکلماته. ولی خدا اراده کرده حق را با قدرت خودش، با سنت خودش، با وعده های خودش، با اولیاء خودش تثبیت کنه و ریشه کافرین را بزنه. همینطور که در آیه قبلم گفتیم قصه ما این صورته. پیغمبر ما 40 سالگی به پیغمبری رسید، تا 13 سال مکه بود، مجبور شد آمد مدینه، جمعی از مسلمان ها هجرت کردن. مسلمان ها که میخواستن هجرت کنن اموالشون تو مکه نگه میداشتن، میگفتن میخواد برید 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 مالتون باید اینجا بمونه. خب آمد مدینه و تشکیل نظامی داد و سال دوم مدینه که یعنی دو سالی در مدینه مونده بود به پیغمبر گفتن که ابو سفیان پدر معاویه و تجار مکه یک کاروانی هستن، تجارت هم رو نقل میکنن و الان هم تو بیابون هستن. حضرت فرمود خیلی خوب، اینها که مال شما رو مصادره کردن، پس ما هم بریم این کاروان تجاری رو انبارشون مصادره کنیم. مسلمان به عشق این که برون این کاروان تجاری رو محاصره کنن و انبارشون مصادره کنن حرکت کردن. ابو سفیان به مکه خبر داد، اونها یه جمعیت 1000 نفری به کمک تجار تو بیابون فرستادن. خدا گفت که خب برید اونجا، به هر حال هم یه کاروان تجارتیه هم یه 1000 نفر جنگجو، یکی از اینا مال شماست. مسلمان گفتن نه، او تجارت ها مال منه، چون عددشو که من پولی هم گرم میاد، اونا هم عددشون زیاده، هم خب چیزی گرم نمیاد تو جنگ که حلوا تقسیم نمیکنن که. اینجا فرمود که و اذ یعدکم الله، یاد کنید خدا وعده داده بود احد الطائفتین انها لکم، فرمود یکی از این دو گروه مال شما، حال یا گروه تجارت یا گروه رزمنده. تودون، شما مودت و دوست داشتید، غیر ذات شوکه، شوکه انتیق یعنی اونی که خار داره سرنیزه، دوست داشتید غیر سرنیزه مال شما باشه، یعنی اونایی که خلاصه تجار رو بگیرید انبارشون رو مصادره کنید. ولی خدا میخواست حق را، یعنی خدا میخواست همین شما با عدد یک سوم، اونا بالای 1000 نفر، شما 313 نفر، خدا میخواست یه نمایشی نشون بده که این 313 نفر به لطف خدا بر اون 1000 نفر پیروز میشن و پیروزم شدن. در جنگ بعد ابو جهل رهبر جنگ بود، رهبر کفار بود، با 70 نفر کشته شدن و بیشتر کشته شدگان هم به دست علی بن ابی طالب بود. 70 تام اسیر شدن، ولی لشکر اسلام 14 نفر شهید شدن. اونا 70 تا کشته دادن، مسلمان 14 تا. کشته های کفار را پیغمبر فرمود بذارید تو چاه، ریختن تو چاه بدر و پیغمبر اومد بالا سر چاه، یکی یکی زده زده آی فلان آی فلان آی فلان. گفتن مردم گفتن یا رسول الله با کی حرف میزنی؟ گفت با این کشته. گفت نه نمیشتم من. گفت شما از اینا شنونده تر نیستی،
یعنی نه این کشته هم خوب میشنوند، خوب میشنوند. ابو جهل خیلی بد بود، پیغمبر فرمود ابو جهل از فرعون بدتر بود، برای که فرعون لحظه آخر ایمان آورد، ابو جهل تا لحظه آخر هم ایمان نیاورد. نکاتی که توی آیه هست اینه که عامل پیروزی اراده خداوند است، یرید الله، خدا اراده کرده. ولی خب طبع انسان راحت طلبه، مسلمان ها میخواستن فقط کاروان تجار رو محاصره کنن چون انبارشون رو بردارن، پیغمبر فرمود نه، بره سراغ اون یکی. طبع انسان راحت طلبه، تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکن، دوست داره اونایی که سرنیزه ندارن خار ندارن برن سراغشون. یرید الله ان یحق الحق بکلماته، پیروزی حق بر باطل بالاتر از درآمد اقتصادیه. خدا میخواد شما به عشق درآمد اقتصادی رفتید، دل خدا میخواد پیروزی نظامی قسمت کنه. این در تاریخ همیشه بوده، قرآن پر است از اینها که بشر چیزی اراده میکنه و خدا چیز دیگه اراده میکنه. ارادو بهی کیدا فجعلناهم الاخسرین، اونها نقشه کشتن ابراهیم رو بسوزنن، خدا اراده کرد ابراهیم رو تو آتش حفظ کنه. یه نمونشه موسی میره آتش بیاره که خانمش داغ شه، گرم شه زمستون، خدا میگه تو با نور وحی پیغمبر شدی، او به چیز دیگه، او به چیز دیگه. در جنگ بدرم اول اینها گفتن میریم انبار رو مصادره میکنیم، منتها جنگ پیش اومد، اراده خدا حاکمه و پیروزی حق بر باطل از درآمد اقتصادی بیشتره. بعدم فرمود و یقطع دابر الکافرین، ما میخوایم ریشه کفار رو بزنیم، کار به زمین و منطقه و کشور گشایی است و حدود اهداف جنگ در اسلام یحق الحق، برای احقاق حق میخوایم حق بر کرسی بشینه، باطل نابود بشه. خب این هم آیه بعدم شبیه این آیت که انشالله در جلسه بعد خواهیم گفت. این آیه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.